درود به همه شما ایرانی های اصیل و دوست داشتنی. حالا که اعتراضات توی ایران به خاطر جنایت های سپاه و کشتار وحشیانه بیشتر از 500 معترض ایرانی و البته به خاطر سردی هوا یه مقدار کمتر شده، ایرانی های خارج نشین پرچم انقلاب رو دست گرفتن و به قول مسیح علی نژاد ثابت کردن که قلبشون به قلب مردم ایران که 43 سال اسیر حکومت آخوندی هستن گره خورده. مثل ایرانی های شهر دوسلدورف آلمان که این مجسمه را از گرفتار شدن خامنه ای در موی زنان ایرانی ساختن و برای مردم این شهر به نمایش در آوردن. مسیح علی نژاد هم توی این مدت ثابت کرد همه تهمت‌هایی که سایبری ها بهش می‌زدن تا مردم ایران رو بهش بدبین کنن فقط به خاطر ترسی بود که از قدرت بالای این بانوی شجاع ایرانی داشتن. مسیح در تجمع بزرگ و تاریخی بروکسل سپاه رو تهدید کرد و گفت شک نکنید، نفس کسانی که نفس از زانمون رو گرفتن می‌گیری. همین امروز که حکومت اعلام کرد که چقدر عصبانیان از تظاهرات ایرانیان خارج کشور، شما دوباره حماسه خلق کردید. دمتون گرم. فکر کردن وقتی مهسا رو کشتن، وقتی معترضانی که گفتن ما همه مهسا هستیم به جنگ تا به جنگیم، جوابشون گلوله بود، باتوم، تجاوز، تناب دار. خیابونهای ایران رو وقتی خونین کردن فکر کردن ما در خارج کشور کوتاه میایم، اما ما نفس حکومتی که نفس عزیزانمون رو گرفت میگیریم. قسم به خون یاران، قسم به خون یاران، ما همه مهسا هستیم، به جنگ تا به جنگیم. در تمام این سالها وقتی زن ایرانی گفت من برده جمهوری اسلامی نیستم، تنها ماند، چون حکومت ما دلیل دوامش جدایی انداختن بین زن و مرد، کرد و بلوچ، بین ترک و عرب، بین داخل نشین و خارج نشینه. اما شما خارج نشینان ثابت کردید که قلبتون به قلب ملت ایران گره خورده و اگر سپاه برای بعضی ها که لابی حکومتن، قاسم سلیمانی و تمام جنایتکاران فاسدش قهرمان نام گرفتن، ما اونها رو قاتل و داعشی میدونیم. سپاهی، بسیجی، داعش ما شمایی. سپاهی، بسیجی، داعش ما شمایی. اما یکی از زیباترین بخش‌های تجمع ایرانیان در بروکسل جایی بود که النا خواننده معروف اوکراینی ترانه رویای ما که به آهنگ آزادی شادمهر هم معروفه رو به زیبایی و در حالی که علیرضا آخوندی و دریا صفایی رو در کنار خودش داشت اجرا کرد. Hello everyone, salam. Thank you so much. I'm so happy to stay here. And I want to tell you, Ukrainian people, so solidarity with Iranian people, because we know what it means to fight for the freedom and lives like no one else, because every day we are fighting, every day. But today, we should be together like no one else. And we should destroy this terrorist, like Russian countries like Putin, like Islamic Republic. روسیه پوتین و جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. خدا ما رو خلق کرد که در صلح زندگی کنیم و در شادی و خوشبختی. و ما اعتقاد داریم که خدا به ما کمک میکنه و ما باید با هم دیگه متحد بشیم. من از صمیم قلب معتقدم که به زودی با هم دیگه
جشن خواهیم گرفت پیروزی خودمون رو. زنده باد اوکراین و زن زندگی آزادی. Thank you so much. And today I will sing for you song. And please let's sing together because everyone knows this song. And for everyone, این ترانه رو میشناسید. Dream in the heart. همه ما در قلبمون این رویا رو داریم. آزادی برای کشورهای ما. Together. Glory for Ukraine!